متا فصل دهم عیسی 12 حواری را پیش خود خواست و به آنان قدرت داد تا ارواح ناپاک را بیرون کنند و هر نوع بیماری و مرض را شفا بخشند. این است نام های آن 12 رسول. اول شمعون معروف به پتروس و برادرش اندریاس، یعقوب فرزند زبدی و برادرش یوحنا، فیلیپوس و برتولما، توما و متای جزگیر، یعقوب پسر حلفی و تدی، شمعون غیور و یهودای اسخریوتی که عیسی را به دست دشمنان تسلیم کرد. عیسی این 12 نفر را به وظیفه فرستاده به آنها گفت: از سرزمین های غیر یهود عبور نکنید و به هیچ یک از شهرهای سامریان داخل نشوید، بلکه نزد گوسفندان گمشده خاندان اسرائیل بروید و در بین راه اعلام کنید که پادشاهی آسمانی نزدیک است. بیماران را شفا دهید، مردگان را زنده کنید، جزامیان را پاک سازید و ارواح ناپاک را بیرون کنید. مفت یافته اید، مفت بدهید. برای سفر طلا و نقره و مس با خود نبرید و خرجین یا پیراهن اضافی و بوت و چوب دستی بر ندارید، چون کارگر مستحق معاش خود می باشد. به هر شهر و ده که داخل می شوید دنبال کسی بگردید که شایسته باشد و تا زمانی که در آنجا هستید در منزل او بمانید. وقتی به خانه داخل می شوید سلام بگویید. اگر آن خانواده لایق آن باشد سلام شما بر آنها قرار می گیرد و اگر شایسته نباشد سلام شما به خودتان بر می گردد. اگر کسی شما را نپذیرد و یا به آنچه می گویید گوش ندهد، وقتی که آن خانه یا آن شهر را ترک می کنید گرد و خاک آن را از پای خود بتکانید. بدانید که در روز قیامت حالت صدوم و غموره از آن شهر بهتر خواهد بود. خوب توجه کنید، من شما را مانند گوسفندان به میان گرگ ها می فرستم. شما باید مثل مار هوشیار و مانند کبوتر بی‌آزار باشید. هوشیار باشید زیرا مردم شما را تحویل محکمه ها خواهند کرد و شما را در کنیسه ها تازیانه خواهند زد و شما را به خاطر من پیش فرمان روایان و پادشاهان خواهند برد تا در برابر آنان و مردم بیگانه شهادت دهید. اما وقت شما را دستگیر می کنند پریشان نباشید که چه چیز و چطور بگویید، چون در همان وقت آنچه باید بگویید به شما داده خواهد شد. زیرا گوینده شما نیستید، بلکه روح پدر آسمانی شماست که در شما سخن می گوید. برادر برادر را و پدر فرزند را تسلیم مرگ خواهد نمود. فرزندان بر ضد والدین خود برخواهند خواست و باعث کشتن آنها خواهند شد. همه مردم به خاطر نام من که شما بر خود دارید از شما نفرت خواهند داشت. اما کسی که تا آخر ثابت بماند نجات خواهد یافت. هرگاه شما را در شهر آزار می رسانند به شهر دیگر پناهنده شوید. بدانید پیش از آن که به تمام شهرهای اسرائیل بروید پسر انسان خواهد آمد. شاگرد از معلم خود و خادم از ارباب خیش بالاتر نیست. شاگرد می خواهد به مقام معلم خود برسد و خادم به مقام ارباب خیش. اگر پدر خانه را شیطان بخوانند چه نسبتهای بدتری به اهل خانه اش خواهند داد. پس نترسید، هرچی پوشیده است پرده از روی آن برداشته می شود و هرچی پنهان است آشکار خواهد شد. آنچه را من در تاریکی به شما می گویم باید در روز روشن اعلام کنید و آنچه را محرمانه می شنوید باید در بام خانه ها با صدای بلند بگویید. از کسانی که جسم را می کشند ولی قادر به کشتن جان نیستند نترسید. از کسی بترسید که قادر است جسم و جان هر دو را در دوزخ تباه سازد. آیا دو گنجشک به یک روپیه فروخته نمی شود؟ با وجود این بدون اجازه پدر آسمانی شما حتی یکی از آنها به زمین نخواهد افتاد. و اما در مورد شما حتی موهای سر شما شمرده شده است. پس نترسید، شما از گنجشک‌های بی‌شمار بیشتر ارزش دارید. پس هر کس در برابر مردم خود را از من بداند، من نیز در برابر پدر آسمانی خود او را از خود خواهم دانست. اما هر که در برابر مردم بگوید که مرا نمی شناسد، من نیز در حضور پدر آسمانی خود خواهم گفت که او را نمی شناسم.
گمان نکنید که آمدم تا صلح به زمین بیاورم. نیامدم که صلح بیاورم بلکه شمشیر. من آمدم تا در میان پسر و پدر، دختر و مادر، عروس و خشوع اختلاف بیندازم. دشمنان شخص اعضای خانواده خود او خواهند بود. هر که پدر یا مادر خود را بیشتر از من دوست داشته باشد لایق من نیست، و هر کس که دختر یا پسر خود را بیش از من دوست بدارد لایق من نمی باشد. هر که صلیب خود را بر ندارد و به دنبال من نیاید لایق من نیست. هر کسی که فقط در فکر زندگی خود باشد آن را از دست خواهد داد، ولی کسی که به خاطر من زندگی خود را از دست بدهد زندگی او در امان خواهد بود. هر که شما را بپذیرد مرا پذیرفته، و هر که مرا بپذیرد کسی را که مرا فرستاد پذیرفته است. هر کس پیامبری را به خاطر این که پیامبر است بپذیرد، اجر یک پیامبر را به دست خواهد آورد، و هر کس شخص عادل را به خاطر این که عادل است بپذیرد، اجر یک عادل را خواهد یافت. به یقین بدانید که هرگاه کسی به یکی از کوچکترین پیروان من به خاطر این که پیرو من است حتی یک جام آب سرد بدهد، به هیچ وجه بی اجر نخواهد ماند.